سلام گرم صمیمانه من به شما بینندگان گرامی، به این امید که سلامت تندرست باشید. سهیلا دالمن هستم و با برنامه دیگری از برای آزادی زندانیان سیاسی با همکارم نگار نادری با شما عزیزان همراه هستیم. همونطور که همگی در جریان هستیم، متاسفانه به تاش آفتی نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران روز 18 دیماه درگذشت. در اینجا لازم میدونم از طرف خودم و کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی صمیمانه تسلیت بگم به خانواده و دوستانش، به کانون نویسندگان و به تمام مردم آزادی خواه. بکتاش آبتین شاعر، فیلمساز و عضو کانون نویسندگان ایران که با اتهاماتی واهی به 6 سال زندان محکوم و از مهر 99 و در اوج بحران شیوع کرونا برای اجرای حکم خودش به زندان اوین منتقل شد. آبتین به 2 بار به کرونا مبتلا شد و روز 18 دیما زمانی که فقط 47 سال سن داشت و خیلی زود و برای همیشه با مرگ خاموش چشمانش را به روی زندگی بستند. صحبتم را کوتاه میکنم و در برنامه امروز همراه میشیم با شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، تا در جریان شرایط و علل درگذشت بکتاش آبتین و عکس‌العمل جامعه در مقابل این واقعه دردناک قرار بگیریم. بسیار خوش اومدید خانم شیوا محبوبی به برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. سلام میکنم به شما و بینندگانتون، خیلی ممنون. خانم محبوبی، برای ما یه توضیح بدین چه شرایطی در زندان وجود داشت که باعث شد بکتاش آبتین چشم از دنیا فرو ببنده و عکس‌العمل دستگاه قضایی و سازمان‌های زندان‌ها در رابطه با مرگ این زندانی سیاسی چه بوده تا به حال؟ بله، منم مایلم تسلیت بگم به خانواده بکتاش آبتین و به کانون نویسندگان، دوستانش. واقعا بسیار غم‌انگیزه که یک شاعر، یک نویسنده در زندان و هر کسی، هر انسانی در آمدانه در شرایطی قرار بگیره که جانش رو از دست بده. در واقع مرگ آبتین، شاید بگم قتل بکتاش آبتین، یک بار دیگه این زنگ خطر رو به صدا در آورد که زندانیان سیاسی در خطر هستن. طبعا تمام زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی که هیچ گونه فاقد هر گونه امکانات و تسهیلاتی هستش که باید یک انسان ازش برخوردار باشه. در شرایطی آبتین در زندان بود که کرونا بیداد میکرد. اگر به یاد داشته باشین، ما 2 سال پیش قبل از این زمانی که شیوع کرونا بود، یک کارزار داشتیم به اسم زندان و کرونا و خواستمون این بود که تمام زندانیان باید آزاد بشن، چرا که این زندانیان در شرایطی هستند که هیچ گونه امکاناتی برای اینکه از خود مراقبت کنن ندارن، هیچ گونه واکسیناسیون وجود نداره و حتی در اتاقهایی با جمعیت زیاد نگهداری میشن. و مثالش بکتاش آبتین بود که در واقع 2 بار به کرونا مبتلا شد در شرایطی که رژیم میدونست این زندانیان در معرض مبتلا به کرونا هستن. اما حتی بعد از اینکه به کرونا مبتلا شد، هنوز اجازه نمیدادن که ایشون به خارج از زندان برای درمان در واقع مراجعه بکنه و فقط با اصرار و پافشاری خانواده بود که بالاخره آبتین برای درمان به بیمارستان خارج از زندان اعزام شد، که ولی خیلی دیر شده بود، چون واقعا اینقدر از وضعیت وخیمی در شرایط وخیم بود که مجبور شدن ایشون رو به کمای مصنوعی، در واقع در کمای مصنوعی قرار بدن. و شرایطی هستش که ببینین، در شرایطی که ما فرض کنین مسئله کرونا وجود داره، میگه فاصله اجتماعی باشه، باید ماسک بزنین، باید رعایت بکنین، شما با شرایطی در زندان روبرو هستین با ازدیاد، با جمعیت زیادی که در اونجا هست، اصلا نمیتونین فاصله اجتماعی داشته باشین. شاید به یک بند 80 نفره فقط چند تا ماسک و یا دستکش داده میشه، هیچ گونه امکاناتی نیست، هیچ گونه تستی نیست، هیچ گونه واکسیناسیونی نیست. و به نظر من این چیزی نیست به غیر از این که آمدانه جمهوری اسلامی بکتاش آبتین و زندانیان دیگر رو در اون شرایط قرار داره و دوباره آمدانه بهشون هیچ گونه امکانات پزشکی ندادن. و در نتیجه این از نظر من رسما قتل بکتاش آبتین هستش توسط جمهوری اسلامی. این رو هم در نظر داشته باشین
بارها خود کانون نویسندگان، خود کمیته ما، تشکل‌های مختلف، خونوادش و همه اعلام کردن که جانش در خطر هستش، اما جمهوری اسلامی به هیچ عنوان توجهی به این نکرد. ما متاسفانه شاهد این هستیم که یک بار دیگه زندانی در اثر یک قتل خاموش، باید اسمش رو گذاشت، جانش رو از دست داد. بله، خب شما اشاره کردین که به قتل خاموش یا قتل عمد در واقع بکتاش آبتین محکوم شده. خب ما در این چند روزی که این اتفاق دردناک اتفاق افتاده شاهد اعتراض جمعی از زندانیان سیاسی، سازمانها و نهادها هستیم که صراحتا اعلام کردند که مرگ بکتاش آبتین در واقع ادامه قطعهای زنجیری هستش که در طی سالها جمهوری اسلامی انجام داده و به نوعی این یک قتل عمد سیاسی بوده. خب شما نظر کمیته رو گفتین، اینو که سازمان ها و نهادها اعلام کردن، اینو چجوری میبینید؟ به چه شکلی میتونه این تو جامعه تاثیر داشته باشه و عکس العمل جامعه رو نشون بده در مقابل این؟ ببینید، یه زمانی بود که جمهوری اسلامی در دهه 60 صدها نفر از زندانیان سیاسی رو اعدام میکرد و به خاطر اینکه اون موقع خب اعتراض در اون سطحی که الان است به اون شکل نبود، در سطح جهانی هیچ آگاهگری در رابطش نبود، موقعیت جمهوری اسلامی متفاوت بود، دهه های پیش بود، تونست این کارو بکنه. اما به خاطر اعتراضات عمومی چه در داخل ایران چه در سطح جهانی، جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه زندانی سیاسی رو اعدام بکنه و از این طریق حالا میخواد زندانی سیاسی رو حذف فیزیکی بکنه. و وقتی نگاه میکنین با قرار دادنشون در زندانهایی که حتی قبل از کرونا هم این واقع بوده که زندانیان مریضی های مصری و بسیار خطرناک دارن، عمدن در اون شرایط ها این زندانیان رو قرار میداد و عمدن در معرض خطر قرارشون میداد. ببینین، یه چیزی که ما کمیته ما از چندین سال پیش، شاید بگم از سال 2013 اعلام کرد و اینکه به اعلام کرد که این محروم کردن زندانی از درمان، این در خطر گذاشتن زندانی، در واقع در معرض خطر گذاشتنش، در واقع اعدام خاموش هستش. جمهوری اسلامی این بار به این طریق میخواد زندانی رو از بین ببره و به درستی در حتی بیانیه زندانیان سیاسی که اعلام کردن، این یک در واقع قتل سیستماتیک هستش و به نظر من توجه به این مسئله بسیار مهم هستش، چرا که همین الان ما شاهد این هستیم. من یه نمونه دیگر رو خدمتتون بگم، زنی به اسم سودا خدیرزاده که باردار هستش، در زندان در واقع پیرانشهر هستش، کما اینکه مریضی های مختلف داره، مریضی قلبی و دیسک داره، حامله هست و پزشکان اخطار دادن که زندگیش در خطر هستش، زندگی بچهش در خطر هستش، ولی جمهوری اسلامی حتی حاضر نیست که این زندانی رو برای مرخصی درمانی آزاد بکنه. این موارد بسیار زیاد هستن. ما وقتی متوجه میشیم وقتی که یک زندانی جانش رو از دست میده متاسفانه، ولی این رو باید در نظر داشته باشیم. همین الان که من با شما صحبت میکنم صدها زندانی در معرض خطر مرگ هستن به طرق مختلف و این باید به نظر من بسیار جدیتر در نظر گرفته بشه. ما در همون چند سال پیش کارزاری به اسم نگذارید قلبشان از تپش باز ایستد رو اعلام کردیم و هدف ما از این کارزار که تونستیم تأثیر بذاریم حتی تو یکی از گزارشات سازمان ملل، این بود که توجه رو جلب کنیم به این قتل‌های خاموش و به اصطلاح تاکتیک جمهوری اسلامی رو در آمدان کشتن زندانی سیاسی در سطح دنیا افشا بکنیم. بله، خب ما تا به حال شاهد بودیم بکتاش آبتین اولی زندانی سیاسی نیست که به خاطر محرومیت از دارو درمان متاسفانه جان خودش را از دست داد. ما بهنام محجوبی را داشتیم، ولی سوال اینه که علاوه بر این فشار و فشار سیستماتیکی که بر زندانیان سیاسی وارد میکنن که عملا و آمدانه به قول معروف عمدن جانشون رو از دست میدن به خاطر محرومیت از دارو درمان، ما حتی شاهد هستیم که در مراسم خاکسپاریشون فشار میارن به خانواده ها و اطرافیان در مورد چگونگی برگزاری خاکسپاری با اینکه چه زمانی باید انجام بدن. خب
ولی ما میبینیم به طور مثال همین چند روز پیش تعداد زیادی از نیروهای امنیتی در مراسم خاکسپاری شرکت کردن و حتی روز خاکسپاری را هم کنترل کردن و تعیین کردن. چرا مراسم خاکسپاری را حتی به مسئله امنیتی تبدیل میکنه جمهوری اسلامی؟ خب ببینین، جمهوری اسلامی از هر تجمعی میترسه. زمانی که خودش میدونه، زمانی که زندانی جانش رو از دست بده و تجمعی صورت بگیره، این تجمع یه تجمع اعتراضیه، حتی اگر شعار ندن یک تجمع اعتراضی هستش و به همین دلیل وحشت داره. همونطور که در دومین سالگرد هواپیمای اوکراینی خانواده ها به اون جایی که هواپیما سقوط کرده بودن رفته بودن و جمهوری اسلامی هلیکوپترهایی رو برای گشت فرستاده بود به این اسم که میخوایم گلباران کنیم، در حالی که اونجا میخواستن در واقع شناسایی بکنن و کنترل بکنن. به طور واقعی از یه جنبه جمهوری اسلامی این تجمعات رو به شدت میترسه، از این تجمعات، و بارها ما داشتیم که جلوی این تجمعات رو گرفته. اولین کاری که میکنه وقتی زندانی رو اعدام میکنه یا به قتل میرسونه به اشکال مختلف، خانواده‌اش رو تهدید میکنه که حق نداری مراسم بگیری، حق نداری تجمع بکنی. ترس و وحشت عظیم جمهوری اسلامی از این تجمعات و از یک جنبه دیگه به نظر من شکنجه روحی هستش که به این خانواده ها در واقع تحمیل میکنه. خانواده ای که حتی در حالت عادی وقتی یکی فرزندش رو از دست داده باید حق داشته باشه سوگواری کنه که بتونه اون پروسه رو طی کنه، ولی این خانواده ها رو حتی از این حق محروم میکنه. عملا بهشون میگه حق سوگواری برای فرزندت رو نداری که من کشتم، و این تنها چیزی که هست خشم مردم رو هرچه بیشتر میکنه. و به همین دلیل که جمهوری اسلامی حتی بارها شده زمانی که فرض کنین در بهشت زهرا قرار شده مراسمی باشه، از قبل اون راه ها رو بسته که نتونن در واقع مردم تجمع بکنن. و این بار دیگه میگم نشون میده که چقدر تجمعات مهم هستش، چقدر این همیاری ها، چقدر با خانواده ها بودن مهم هست. بله خانم محبوبی، با اجازه شما با هم بریم یک کلیپی رو با هم ببینیم و بعد میگردیم به ادامه مصاحبه. قسم به خون، قسم به شیر مادرم، خفه نمیمونم حتی وقتی کشید ماشرم، جلو کفتار میمیرم ولی یه شیر با شرف. یه سیلیم به من بزن پیر ناخلف، ببین رحم من تمامه سهمم از جهان، تو با هرچی میخوای بزن سنگرم دستام، شاید حتی اشکم ببینی خون ناقشت است ولی تسلیم نمیشم، مرگ جان عشق است. صدام تو خیابونه خب خفم کنی بیفایده است، ما میلیون ها بس کاشتیم ما ماده ایفای نقش، سایه پخش مثل تیرای پخش کنه تش و تش سکاتن قاویزن دونه دونه تیرای برق. قدسم چناه وست به هیچ جا نیستم، تولید ایرانم بی انقضا بیخ داریشم، جنازم هم نمیذاره بکنی بی تاریخم، حتی آتیش آهک اسید زوب له کنیم یه جا، یا که تیکم کن یه دیکم و بسپوری به خاک، دونه دونه سبز میشم نتونی بشماریم نگاه. من تمام، من تمام، من تمام مام، من تمام مام، سر تناب دار آخرین سر پنام، آخ که اگه برسه دستای بازم به اون تناب دار، میبوسمش تناب دار، تناب جان تناب خان، منو ببر اون جایی که من تمام مام. تناب دار، تناب دار، تناب دار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار. قسم به پرواز 752 به عدد، به 1500 گل خونی توی یه سبد، قسم به وطن، قسم به این زندان ابد، تا قتل عام خاوران برمیگردیم عقب. قسم به اون لحظه ای که گرفته بودنت کسی جلو نمی اومد، شعار دادن همه، قسم به اون تیری که جا مونده تو تنت، پناه نبردی به کسی چون میفروختنت. قسم به تناب دار، به شجاعت ستار، مادرای داغدار، قسم به قتل افکار، قسم به اونی که ایستاد جلوی جبار، که محاکمه کنی ما که مکف دربار، قسم به خونا که ریختی و تقاس ندادی، آدم به آدم میرسه راه فرار نداری، هم وطن من تو وطنمی ما بیکرانی، تناب دارو میبوسم تا تو تنها نباشی. تناب دار، تناب دار، تناب دار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه
صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار. بله بینندگان عزیز، بعد از دیدن یک کلیپ مصاحبمون رو با خانم شیوا محبوبی ادامه میدیم در رابطه با وضعیت زندان‌ها و بخشنامه جدیدی که از طرف سازمان زندان‌های ایران صادر شده. خانم محبوبی، روز 21 دی ماه سازمان زندان‌های ایران برای رعایت حقوق زندان‌ها بخشنامه‌ای صادر کرده و قوانین تازه‌ای رو برای رعایت حقوق زندانی‌ها اعلام کرده، از جمله ممنوعیت شکنجه و هر گونه آزار شکنجه روانی جسمی و یا انگشت‌نگاری زندانیان یا بازرسی بدون لباس و یا زندانیانی که حتی بیمار هستند اونا رو پذیرش نکنن و اجازه بدن که مداوا بشن بعد برگردن که حکمشون رو سپری کنن. خب ما در چند روز گذشته همینجور که در قسمت‌های قبلی صحبتمون اشاره شد، بکتاش آبتینی داشتیم که به خاطر کرونا در زندان متاسفانه جان باخت و اجازه ندادن که به بیمارستان منتقل بشه و نهایتاً در موقعی که در شرایط بحرانی بود اون رو با مسئولیت خود خانواده آبتین به بیمارستان انتقال دادن. و یا اینکه امید موسوی رو داشتیم از بازداشت شدگان آبان 98 که در اوج جوانی و در 27 سالگی به خاطر فشارهای روحی و جسمی و شکنجه ها سکته کرد. و در واقع باید بگیم این بخشنامه، این قوانین به روی کاغذ اومده. چرا اساساً جمهوری اسلامی، با توجه به اینکه فقط ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی همچنان داره ادامه میده به فشار اذیت آزار زندانیان سیاسی، چرا به انتشار این بخشنامه دست داده؟ خب ببینین، واقعاً باید سوال کرد چرا الان؟ چرا الان جمهوری اسلامی؟ چرا یه سال قبل نه؟ چرا دو سال پیش نه؟ به نظر من جمهوری اسلامی با فشار بسیار زیادی در داخل ایران و در سطح بین‌المللی مواجه هستش. و حتی اگه توجه کنین چندی پیش حتی صحبتی کرد که کسانی که شکایت میخوام بکنن میتونن بیان شکایت بکنن به بخش حقوق بشر قوه قضاییه، که آدم فقط خندش میگیره واقعا از این جوک مضحک. و الان در حال حاضر شما توجه بکنین صحبتهایی که خانواده ها در واقع در رابطه با عزیزانشون میکنن، یعنی وضعیت خیلی فرق کرده. فایلای صوتی که از زندان میاد در رابطه با وضعیت زندان ها هستش، مسائلی که اخیراً پیش اومده در رابطه با فرض کنین خود بکتاش آبتین در رابطه با اون تصاویری که هک شده بود از ضرب و شتم و نوعی که با زندانیان برخورد میشه. و در این حال من قبل از همه چیز میگم شجاعت خود زندانیان سیاسی و خانواده هاشون در افشا کردن اون وضعیت باعث شده گزارش های بین المللی منتشر بشه و این گزارش های بین المللی به عیان داره صحبت میکنه در رابطه با فشارهایی که بر زندانیان هستش. شما وقتی به بند بند این بخشنامه نگاه میکنین دقیقاً میتونین در کنار هر بند نگاه بکنیم به تمام افشاگریایی که شده. برای مثال زندانی رو مجبور میکنن که باید لباس زندان بپوشی با دستبند و پابند، در اون صورت شما رو میبریم به دکتر میبریم. قبلا افشاگری شده بود در رابطه با اینکه این بازجو هستش که تصمیم میگیره زندانی، و واقعا هم اینجوریه، بازجو هستش که تصمیم میگیره زندانی مرخصی داشته باشه، زندانی درمان داشته باشه. و به این شکل گزارشات دیگه ای داشتیم در رابطه با اینکه چطور زندانیان رو به عناوین مختلف به بیمارستان‌های روانی در واقع انتقال دادن.
تبعید هایی که صورت گرفته، وضعیت زندان قرچک، فشافویه، یعنی این مدت شما وقتی که نگاه کنید تعداد زیادی هستش که در اثر همین گزارشات و افشاگری ها اتحادیه اروپا رئیس زندان اوین فشافویه و رجای شهر را تحت تحریم قرار داده. به همین دلیل به نظر من از لحاظ بین المللی و داخلی فشار فوق العاده زیادی هستش. نتونسته اعتراضات رو بخوابونه. شما نگاه کنید معلمان رو دستگیر کرده، تحت فشار گذاشته، اعتراضات ادامه داره. و وقتی که به این قضایا نگاه میکنین به نظر من این بخشنامه یه چیزی هستش که فقط رو کاغذه، ولی نشون میده که جمهوری اسلامی چقدر تحت فشار هستش. جهت اطلاعتون چند روز پیش خامنه‌ای، ببخشید اژه‌ای، مسئول قوه قضاییه گفته بود که ما نباید در رابطه با حقوق بشر انفعالی برخورد کنیم. همه اینا رو که کنار هم میذارین نگاه میکنین که چقدر در سطح بین‌المللی و در سطح داخلی تحت فشار هستن. و از طرفی میدونین مذاکرات وین هستش و فشار زندانیان سیاسی، خونواده ها و افشاگری هایی که میشه، حتی اجازه نداده دولت ها و سازمان های بین المللی چشم پوشی کنن از قضیه وضعیتی که در زندان ها وجود داره. و به نظر من این نشون میده که ما باید فشار بیشتری بیاریم و اینها رو جوابگو بکنیم در رابطه با مسائلی که پیش رفته. اصلا سر این نیست که جمهوری اسلامی با این بخشنامه تغییر میکنه یا قصدی داره، به هیچ عنوان اینجوری نیست. فقط این نشون میده که فشاری که تا حالا آورده شده موفق بوده. امیدواریم فشار رو بیشتر بیاریم. اینها باید جوابگو باشن در رابطه با جان کسی مثل بکتاش آبتین، جان کسی مثل امید موسوی و خیلی های دیگه که در اثر جنایت جمهوری اسلامی جانشون رو از دست دادن. خب شما نکاتی در رابطه با این که تعدادی از سران جمهوری اسلامی، کسایی که خصوصا در دستگاه قضایی مسئولا تحت تحریم قرار گرفتن و فشارهای جهانی هستش روی جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر، و ما همچنین شاهد اعتراضات وسیع از داخل زندان و همچنین از طرف خانواده ها به شکل‌های مختلف، نامه‌هایی که صادر می‌کنن، صداهای صوتی رو که به بیرون انتقال میدن که اعتراض می‌کنن به وضعیت زندان ها. واقعا این بخشنامه، شما هم البته اشاره کردید، میتونه این بخشنامه جدید دستگاه قضایی نشانی از تغییر سیاست های جمهوری اسلامی نسبت به زندانیان میتونه باشه، یا فقط روی کاغذ اومده که جوابی به این اعتراضات بده و خاموش کنه این اعتراضات رو؟ نه خیر، طبعا اینو همه میدونیم و خودشون هم میدونن که این به معنی تغییر نیست. همین چند روز پیش بود که در واقع حق وکیل داشتن رو از یکی مثل توماژ صالحی گرفتن. همین یعنی مثال اینقدر زیاد هستش. اینا اصلا مسئله تغییر نیست، مسئله در واقع هم که گفتم فشاری هستش که رو خودشون میبینن. و این شاید میدونی قبلا هم در مورد مثلا تفکیک جرایم صحبت کردن، حتی یک زمانی در مجلس مجبور شدن جرم سیاسی رو توضیح بدن. و تمام اینها وقتی جمهوری اسلامی بخشنامه‌ای، بیانیه‌ای صادر میکنه و یا نکاتی رو در سخنرانیش میده، باید ببینیم که چقدر واقعا این اعتراضات تاثیر داشته که مجبور شدن چنین عقب نشینی بکنن. من فکر میکنم خیلی مهمه که با فشار هرچه بیشتر، مثلا اگر در رابطه با مسئله درمان، در رابطه با مسئله تبعیدها، اقدامهای هرچه بیشتری بشه که این فشار فقط در اون سطح نباشه، واقعا خواست آزادی زندانیان سیاسی یه خواستی باشه که بتونیم به صورت مستقیم این دولت‌ها و سازمان‌های جهانی رو مجبور کنیم بر سر میز مذاکره بذارن و جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن. سپاسگزارم از حضورتون و وقتی که برای برنامه ما گذاشتین. یک بار دیگه تشکر می‌کنم از شما. خیلی ممنون. بله، گفتگوی من رو با شیوا محبوبی، سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در رابطه با مرگ خاموش یا اعدام خاموش زندانیان سیاسی و بخشنامه جدید سازمان زندانها شنیدید. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در رابطه با مرگ بکتاش آبتین اطلاعی رو با تیتر رژیم اسلامی مسئول مستقیم مرگ بکتاش آبتین است رو انتشار داده. در بخشی از این اطلاعی اومده ضمن صمیمانه ترین تسلیت ها به خانواده و دوستانش به کانون نویسندگان و مردم ایران اعلام می کند که مسئول مرگ بکتاش آبتین رژیم جمهوری اسلامی است.
رهی با نگهداری آبتین در زندان در شرایط کرونا و محروم کردن او از درمان آمدانه او را به قتل رساند. ما از همه مردم و تشکل‌های مدافع آزادی زندانیان سیاسی دعوت می‌کنیم که اجازه ندهند زندانی دیگری قربانی سیاست ضد انسانی و جنایتکاری رژیم شود. از شما دعوت می‌کنیم قتل آمدانه بکتاش آبتی را محکوم و خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی شوید. به انتهای برنامه امروزمون رسیدیم. با تشکر از همراهی شما عزیزان، اخبار و گزارشات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که ملاحظه خواهید کرد برای ما ارسال کنید. منتظر پیشنهادات و نکات اخبار شما هستیم. تا برنامه دیگری برای آزادی زندانیان سیاسی، شاد و سربلند باشید.